سلام، اسم من نازنینه. امروز میخوام براتون یه قصه بگم به اسم روزی که آقای پلنگ مریض شد. آقای پلنگ مریض شده بود. صورتش داغ بود و پشت سر هم سرفه میکرد. بقیه اسباب بازی هم دل و دماغی برای بازی نداشتن. دو گوش ایستاده بود پشت پنجره و بیرون رو تماشا میکرد. فوتبالیست ها توی یه جبه نشسته بودن و با هم یه قل دو قل بازی میکردن. آدم آهنی از این طرف اتاق میرفت اون طرف، از اون طرف اتاق میومد این طرف. حوصله‌اش سر رفته بود. بچه میمونا سوار اتوبوس شده بودن و از پنجره‌های اتوبوس دست تکون میدادن. اما هیچ کس براشون دست تکون نمیداد. لوسی هم یه گوشه برای خودش لم داده بود و هیچ کاری نمیکرد. مامون پرویز یه دستمال نمدار به پرویز داد و پرسید آقای پلنگ چرا مریض شده؟ پرویز دستمال نمدار رو از مامان گرفت و گفت داستانش مفصله. بعد دبید و رفت توی اتاق و دستمال نمدار رو گذاشت رو کله آقای پلنگ. دوگوش گفت تقصیر ما نیست، ما بهش نگفتیم از خونه بره بیرون. خودش میخواست بره دنبال خرسی. گفت من میخوام برم دنبال خرسی. خرسی دوست صمیمی آقای پلنگ و عروسک مورد علاقه پرویز بود. پرویز از بچگی خرسی رو با خودش همه جا میبرد. آخرین بار هم برده بودش مدرسه. اما روز آخر یادش رفته بود خرسی رو با خودش بیاره خونه. خرسی هم زیر نیمکت کلاس جا موند. آقای پلنگ و اسباب بازی‌ها که دلشون برای خرسی یه ذره شده بود نقشه کشیدن تا خرسی رو به خونه برگردونن. اینطور شد که آقای پلنگ یه روز شال و کلاه کرد و رفت دنبال خرسی. اما چند روز بعد مامان پرویز آقای پلنگ رو خسته و بیحال زیر صندلی ماشین پیدا کرده بود. پرویز دستمال نمدار رو از روی کله آقای پلنگ برداشت و گفت من که بهت گفته بودم نباید از خونه بری بیرون. گفتم که این روزای ویروس تو جاهای شلوغ هست که ممکنه مریضت کنه. بهت گفته بودم مدرسه ها تعطیلن. پس چرا باز رفتی؟ آقای پلنگ هیچی نگفت. فقط چند تا سرفه کرد. پرویز دستمال رو دوباره گذاشت رو کلش. دو گوش از بالای پنجره پرید پایین و نشست کنار پرویز. گوشاشو تکون داد و پرسید پس خرسی رو کی میاری خونه؟ پرویز آهی کشید و گفت نمیدونم. هر وقت که دوباره مدرسه‌مون باز بشه. لوسی از اون طرف اتاق داد کشید مدرسه‌تون کی دوباره باز میشه؟ پرویز گفت نمیدونم. دو گوش دوباره پرسید پس خرسی چی میشه؟ پرویز با صدای بلند گفت گفتم که نمیدونم، نمیدونم. بچه میمونا با همدیگه از توی اتوبوس داد کشیدن نمیدونم، نمیدونم. لوسی و دوش و فوتبالیستا شروع کردن به قش قش خندیدن. پرویز خلقش تنگ شد. اتوبوس میمونا رو گذاشت تو کشوی میز و در کشو رو محکم بست. اما بازم صدای میمونا رو میشنید که میگفتن نمیدونم، نمیدونم. پرویز آقای پلنگ رو برداشت و از اتاقش رفت بیرون. بوی کیک لیمویی خونه رو پر کرده بود. پرویز آقای پلنگ رو خوابون رو میز آشپزخونه و دومش رو ناز کرد. آقای پلنگ با مهربونی به پرویز نگاه کرد. پرویز آروم گفت منم مثل تو دلم برای خرسی تنگ شده. مامان گفته مدرسه ها که باز بشن. مامان پرویز با عجله دوید تو آشپزخونه و کیک لیمویی رو از توی فردر آورد و گذاشت رو میز. کیک لیمویی حسابی نارنجی شده بود. نارنجی پررنگ. مامان پرویز ابروهاش رو در هم کشید و گفت اینم از کیک امروز. بعد نگاهی به پرویز انداخت که داشت یواشکی با آقای پلنگ حرف میزد. پرسید حالا آقای پلنگ چطوره؟ بهتر شده؟ پرویز چیزی نگفت. مامانش دوباره پرسید امروز تولد آقای پلنگ باشه؟ پرویز خندید. با خوشحالی به مامانش گفت باشه. دو گوش، لوسی، فوتبالیستا، آدم آهنی و آقای پلنگ همگی نشستن دور کیک لیمویی. مامان پرویز روی کیک یه شمع کوچولو گذاشت و از پرویز پرسید پس میمونا کجان؟ پرویز دوید و اتوبوس میمونا رو از توی کشوش در آورد و اونا رو هم نشون کنار بقیه. مامان شمع روی کیک رو روشن کرد. پرویز دماغ دوگوش رو فشار داد. دوگوش ایستاد. دور خودش چرخید و خوند تولد تولد تولدت مبارک،
بعد همه با هم خوندن مبارک مبارک تولدت مبارک. خب امیدوارم از داستان امروز خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.